با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشم انداز ها. با تغییر روزبه هستیم و نگاهی میکنیم به برخی از تحولات. درود به شما تغییر روزبه گرام. منم همین دور به خود شما و بینندگان و شنوندگان عزیز درود میفرستم. در حالی که اعتصابات و اعتراضات پرستاران و کادر درمانی کشور در بیش از 20 شهر در جریان و شعارها علیه اختلاس ها، خصوص سازی ها، عدم دادن حقوق و حقوق اساسی پرستاران، اضافه کاری های اجباری علیه بیحقوقی پرستاران ادامه داره و حمایت های بزرگی رو از طرف بسیاری از نهادهای مستقل کارگری در واقع ما شاهد هستیم. حکومت همچنان بر اعدام و اجرای احکام جنایتکارانه اعدام میکوبه. باز هم 8 نفر رو به طور همزمان در ایران اعدام کرده در سالگرد همان کشتارهای خونین سال 1358 و 28 مردادی که بهمن عزتی و هرمز گرجی‌بیانی و بسیاری از فرزندان شریف مردم ایران در کردستان و کرمانشاه رو به دستور خلخالی اعدام کردند و پیش از آن در سال قبل از آن در 28 مرداد 57 سینما تماشاگران سینمای رکس رو در آخرین سنت در آخرین سکانس فیلم گوزنها با آتش کشیدند تا سینما رکسی جاودانه در میان تاریخ خونین خونبار 28 مرداد های ایران رو ما شاهد باشیم و 28 مردادی که شاهد سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق توسط CIA بودیم. در این دوره 28 مرداد ها این گونه شرایط به گونه است که این جنبش های اجتماعی رو ما شاهدیم، جنبش های اجتماعی اعتراضات گسترده که پرستاران و کادر درمانی و در این حال بازنشستگان در خیابان های ایران فریاد میکنند از و تلاش های حکومت برای محکوم کردن و دادن احکام بسیار قرون و وسطایی علیه بازداشت شدگان و علیه زندانیان سیاسی مدام و مدام ادامه داره و این احکام اعدامی که مدام بر بالای سر زنان زندانی امروز هست و این دوره به نظر میرسه که گرچه به اصطلاح با دولت پزشکیان آغاز شده ادامه پیدا کرده حکومت اسلامی، اما مثل اینکه تیغ سرکوب و تشدید مجازات ها علیه زنان و فعالان اجتماعی با سرعت و قدرت و گستری بیشتری در حال اجراست. ارزیابیتون از این قضیه چه هست؟ چرا که ما هم اعتراضات رو شاهدیم و اینکه این مردمی که دیگه گوششون به تحولات بالایی دیگه نیست و براشون فرقی نمیکنه خیلی بین گرایشات متعددی که توی این حکومت اسلامی هست و سیاستی که عملا دستگاه رهبری در ادامه غارت‌های بزرگ، ویرانسازی‌های بزرگ و این تشدید سرکوب‌ها انجام میده. شما ارزیابی از این قضایا چه هست؟ بله، ببینید این حرکت های اعتراضی که داره گسترش پیدا میکنه در واقع یک بازوی مهم مقاومت جامعه است که ما مسیر وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این در حال گسترشه. حتی اون مسیری که باید گشوده بشه به اعتصابات سراسری، چون فقر و بدبختی و فشار زندگی اونقدر هستش که اعتصابات سراسری پاسخگوی اون میتونه باشه، یعنی در این حد باید حرکت ها ابعاد کلان داشته باشه. اینا شکاف هست بینشون،
نه اینکه ما آرزو داریم مثلا در آینده حالا حسابات به لحاظ کلاسیک اینطوری طی میشده، نه اینا نیست. پاسخی که حداقل باشه متناسب با فشار وضع موجود همینه، چون همه زیر پاشون داغ شده، همه سقوط کردن در ورطه واقعا شدیدی خیلی عمیقی که همطوری سقوط آزاد باید بهش گفت، از داره سطح زندگی، مصرف زندگی، تمام اون امتیازاتی که به هر حال وجود داشت در زندگی. بچه هاش میفرستن مثلا هنری برن یا مثلا یه سری کارهای اینطوری خارج از روزمرگی، همه اینا الان به باد رفته، به باد میره، جز اون بخش های پولدار که به هر حال تو این دوره هایی که اقتصاد قاچاق زیرزمینی رانتی شیوع داره میتونن به دلایلی وضعش خوب باشه، بقیه متضررن دیگه، چون از جیب اینها جابجا میشه، جایی از پول از آسمون از یه جایی نمیاد، از جیبی به جیبی، از منبعی به منبعی دیگه، از استثمار شوندگانی به یک کسای دیگه منتقل میشه. پس این حادثه بسیار مهمه که ما یک نگاه کلی که داریم مثلا محورهای مقاومت، خب یک شو مثلا در مورد ما تحریم های سراسری کوبنده دیدیم که بخش دیگه است که در گذشته اشاره کردیم، صحبت کردیم، یک بخشش رو در خود اون فضای بین خیزشی و نافرمانی ها که وجود داره در جامعه، خودشو دیکته میکنه در زندگی، در به دولت، به تمام جریان های مختلف تو جامعه هستش که این هم یک بعدش هم همین اعتصابات است که جلو چشم ما داره گسترش پیدا میکنه. مثلا اگه بخوام یه نگاهی فشرده کوتاهی فقط به مسئله همین پرستاران کنیم، خب پرستاران خیلی وقت اعتراضاتش شروع شده و زیر فشار بودن و حتی مسئله خروج، مسئله اخراج و خیلی مسائل دیگه، چون سطح زندگیشون بسیار بسیار پایینه و تبعیض و اینجور چیزا خیلی توش زیاده نسبت به شغل‌های دیگه، به فشاری که این شغل داره در قیاس و گرانی و تورم این هم که وحشتناک شده. یکی از این پلاکارت هایی که دستشون بود دیدم که تا همین عکس ها هست روزنامه ها، البته پلاکارت های زیادی هست که حقوق یک ساعت ما برابر با حقوق یک بستنی چوبی، یعنی دقیقا یک علامت مساوی بین این ها. ببین اینطوریه دیگه، یک ساعت کار میکنن بعد یک بستنی چوبی. خب بستنی چوبی کجای زندگی هزینه ها رو تعمیم میکنه یا نقشی داره؟ ولی ببینه اینطوری هست. پس ببین کاملا مسئله روشنه، اینا مثلا بخش های مهمی از مزد بگیران و کارگران و زحمتکشان هستند و زنان هم نقش مهمی توش دارند، یعنی وزنه مهمی دارن، این مال معلمان آموزگاران که اونجا هم این مهمه. و ضمناً این روی خیزش زن زندگی آزادی با مهر زن زندگی آزادی خیزش اونا و نافرمان اونا ادامه داره، یعنی همه اینها در واقع یک نوعی بازخورد و در واقع انعکاسی از اونجاست، اینطوری نیست که همطوری تصادفی نامه توجه دوشه. و بعد هم الان به یک نقطه های جدیدی اعتراضاتشون رسیده، فرار رویده، اونم در شرایطی که حکومت ها مثلا همین حکومت ها منظورم دولت هاست، دولت هایی که اومدن رفتن رئیسی، حالا دولت جدیدی که داره شکل میگیره، ببین همه اینا حالا مثلا وعده های اونا که بود همه دیدن تجربه کردن، حالا اینا مثلا وعده میدن، امیدها در دل این وضعیت شما، یعنی پاسخی از بخش های جامعه، مخصوصا زنان نقش مهمی دارن در هم، تحریم هم نقش مهمی داشتن به دلیل اینکه پیشتاز بودن و فضاهای بسیار خاصی رو اونا تولید کردن تو شرایط اجتماعی خودشون، محیط خودشون، خانواده خودشون، محل کارشون، همه اینا. ببین با توجه به اینها شما می‌بینید یک مجموعه ای که زنجیره به هم پیوند داره، اینطوری نیست که حوادث جدا جدا اتفاق بیفته. و بعد هم در کنار اینها شما می‌بینید که بخش‌های مختلف کارگران در حال اعتصاب تظاهر هستن، درست همزمان با همین بالماسکی که رژیم برپا کرده. اینا معنا داره تقارنش به خصوص، چون اینجور جاها قاعدتا بعد یه مدار سکوت میشد، منتظر امید اگر بودا ببینیم چی میشه، یعنی به طور اصلا قهرین اتفاق میفتادا، ولی نه نه افتاده، نمیفته. برای همون مهم اینه که اون بازوی تحریم خودش حفظ کرد علارغم این اغواگری ها و این فریبکاری هایی که صورت میگرفت و میگیره، حفظ که شاکله اصلی خودشو.
اینها باعث شده کلن این سیستم، این سیستم اعتراض مقاومت علارغم یه نرمش تاکتیکی که رژیم صورت داده و در حال یه جور اجراش هم هست الان، این در واقع هیچ کارکردی نداره، خاطر اینکه جز فریب، جز اینکه آشوبی به پار کنه، آشفته بکنه این صفوف این برا اون برای متحد کنه. همطور که پزشکان رسما صریحا میگه، میگه ما رسالتمون اینه که شکاف های درون حاکمیت رو یک دست بکنیم و بعد بین حاکمیت مردم رو کم کنیم. البته اگر در جهت مثبت کم میکردند، یعنی وزن مردم زیاد میشد، زندگیشون بهتر میشد، آزادیشون بیشتر میشد، خب طبیعتا این دیگه پزشکیان نبود که رژیم بهش اجازه بده بیاد. خیلی خوب بود، چرا که نه، ولی اون آشتی کرده یعنی همه، یعنی یه چیزهایی میندازیم، یه فریبهایی ایجاد میکنیم، بعد یه اتحادی خودمون ایجاد میکنیم، توازن قوا رو به سود خودمون بچرخونیم، خروجیش این خواهد شد. حالا اونو بحث دیگه هست، ولی وقتی به مسائل جنبش کارگری بخشش نگاه میکنیم، نفتی ها دارن اعتراض میکنن، بازنشستگی ها دارن اعتراض میکنن، آموزگاران، معلمان اعتراض دارن، مسئله همین پرستاران به شدت بیشتری ابعاد جدیدی نفس گویا تازه کردن، وارد حرکت های وسیع‌تر سراسری شدن. بعد شعارهای اینا رو شما نگاه کنید، شعارهای اینها که خیلی رادیکال شده که ذلت نمی‌پذیریم و مسائل دیگه، خب بیان همین در واقع رو کرد هست. و یا در مورد اون بازنشستگان، حالا اینا که شاغل هستن، یعنی اعتراضات به شاغلین اینطوری رسیده، یک بازوی دیگه در کنار معلمان اونا هم شاغل بودن، اعتراضات طولانی داشتن، خیلی هم شدید سرکوش، حالا اسماعیل عابدی اینا یا مثلا اینها مطرح هم دیگه در همین تمام اشارها. ببینید که الان مسائل دو تا مسئله اینجا مهمه، یکی این که ببینید اعتصابات تمام بخش ها رو در بر میگیره همه جا، این نشون میده که سراسری شدن اعتصاب از سراسری شدن خود این بخش ها و واحد های گوناگونی که همه ناراضیان تسری پیدا میکنه از یه طرف. از یه طرف دیگه خب باید حرکت پیچیده مفصل بندی اینا شکل بگیره در گفتارها، در خواستهای مشترک و در تکانه هایی که اتفاق میفته، یعنی در همامیزی اتفاق میفته، ولی شالوده ریزی داره میشه. این مهمه، شالوده ریزی یعنی همین که شما سراسری رو میبینید که همه حرکت ها اعتراض ها سراسری داره میشه، بخش های بسیار مختلف، مال باختگان اصلا فراوانه دیگه، یعنی اعتصاب اینطوری نیست که فقط به یک بخش، نفتی ها هستن، همه اینا هستن، شرکت واحدی ها رو دستگیر میکنن زیر فشار، همه اینا هستن. پس بنابراین سراسری شدن اینا به این شکل اتفاق میفته پیچیده، یعنی این طرف همین واحد ها در این حال که هنوز سراسری با هم نیستن، شعارهاش و مسائلش، ولی همزمان اتفاق میفته، ولی شعارهاش مشابه هم هستن علیه وضعیت موجود و خواستایی که هر کدوم البته رنگ و بوی خود شده، ولی جوهرشون یکی، ولی هنوز به هم مفصل بندی نشده، در هم آمیخته نشده، در هم تنیده نشده، یک صدای واحد و حرکت واحد. ولی مسیر مهم میگه داره میبینیم اتفاق داره میفته، و خب اینها نشون میده که ما به هر حال باید همه حواسم جمع باشه که اون فضای بین خیزش که صحبت میکنیم کجاها رد و پاش میبینیم، کجاها دارن بسیار جوانه میزنن، روش پیدا میکنن و میتونن در حرکت خودشون از قضا از این شکافهای درونی بهره گیری کنن، چون رژیم هم فش آشفته است، میخواد برطرف کنه از قضا، چون اینقدر آشفته شده و خطرناک شده به این متوسل شده رژیم به این تاکتیک ها و ترفندها، پس بنابراین اون هم آشفته تره کامل شدیدن، چون جنبش دیر فشار قرار داده اونو، تحریم و شکاف های درونیش و مسائلش که با خواسته بازی دیگه بکنه، حالا بحث دیگه یه. ولی از همینا میشه وقتی جنبشی وجود داشته در خیابان رو مسائل خودش و بعد اینا پیوند بخوره، جوانه های سوم مسئله جوانه های پیوند هم میبینه، مثلا شعار بازنشستگان در مورد پخشان، در مورد شریفه محمدی، همه اینها رو که الان زیر اعدام هست با مسئله اعدام که باید محکوم بشه به یک مسئله مهمی می پیوند میخوره. پس بنابراین این هم یک مسئله بسیار مهمی است که ما مسیر پیوند اینا. یک مسئله دیگه بسیار مهمه که ما در بحث های گذشته نظری بحث کردیم، چپ اجتماعی، پدیده جدید جنبش های جدید ضد سرمایه داری و مسائلی که اینها باش سر و کار دارن درگیر هستند،
اون گسست تاریخی که مثلا بخش های گروه ها سیاسی ها اینها اینجور نهادهای جدا شده تبعید شده یا به هر حال فاصله خیلی زیاد افتاده با خود جنبش ها با متن زندگی سرسبز زندگی جدا افتادن و خب طبیعتاً اینا آسیب پذیر هستن و آفاتهای خودشو داشته و داره که بحث منم نیست ولی یک مسئله مهمه اینه که جنبش های شکل میگیرن در ایران حالا به طور مشخص زیر نگاه ماست که با مسائل کلان در واقع استثمار علیهش و مسائل مثلا اساسی رهایی علیه کالاسازی علیه این نوع رشد سرمایه‌داری و خیلی مسائل دیگه چون مسائل دولت مسائل کلانه که مردم علیهش یا در مورد مثلا بودجه ها چجوری مصرف بشه صندوق بازنشستگی همه این رو مطرحه پس بنابراین برای جامعه مطرحه یعنی در خلا انتظار نیست ما به این ترتیب شاهد پیوند چپ که در دل جنبش جوانه میزنه اینا چپ اینطوری هستند دیگه اون مسائل معیارهای قبلی خیلی امروز دیگه عمل نمی کنه در دنیای امروز سرمایه‌داری جهانی شده بحرانی شده عمل رو در برابر خودش به هر حال قرار میده ولو در قالب حکومتی مثل حکومت اسلامی که به هر حال اون که نظام خودش نداره همین سرمایه‌داری قرض میزنه و بعد از اون به شیوه خاص خودش با منشور خودش با چیز زاویه رو چجوری منتشر بکنه منعکس بکنه یا منکسر میکنه هر چیزی میبینی که سرمایه‌داری از اون منشور میگذره هر نظام اینطوریه چین هم یه منشوری داره برای خودش سرمایه‌داری از اون منشور میذاره پوتین همینطور تو آمریکا همینطور ترامپ در مقابل بایدن میبینی که اینطوریه زاویه‌هاشون رو فرق دارن یعنی سرمایه‌داری یه چیز جهان شمول شده ولی در این حال با منشورهای مختلف گرایش‌های طبقاتی منافع مختلف و سفارایی هایی که وجود داره اتفاق بیفته خب با توجه به این مجموعه که گفتم اینه که ما باید بسیار اهمیت این هر کدوم از این رخدادها رو در پیوند با روندهای عمومی که مهم اینه که اینا چجوری با هم ارتباط دارن ارتباط واقعی نه اینکه ما مثل مصنوعی بخوام ارتباط برقرار کنیم اونا چیزی در نمیاد ازش یعنی خود جامعه به ما میگه اینطوری در اتفاق میفته نه ما به جامعه از کجا مثل ایستادیم به جامعه بگیم برنامه بدیم فلان بدیم اینا که دیگه مسکه ولی خود جامعه ما میده ما در این مثلا خود این چپ های دیگه هم میتونن در پیوند با اینا خودشون بازسازی کنن چپ هایی که جدا شدن تاریخا جدا شدن و دیگه گسیختگی وجود داره و اصلا حرف هاشون صحبت هاشون ربطی به مسائل واقعی نداره جنبش یعنی اونجا اصلا بازتابی نداره پژواکی نداره و اینا میتونن کاملا با توجه به خواسته و برنامه های خودشون و تجربیات خودشون که مثبت بوده و امکاناتی که دارن در این مسیر خودشون بازسازی کنن توی این شرایطی که هست خب خصوصا شما خب قبلا هم واقعا صحبت کرده بودیم ما خب یک شاهد یک جنبش بسیار قوی و در واقع ریشه‌داری داریم میشیم علیه اعدام همین سه‌شنبه های کارزار علیه اعدام نه فقط در سراسر کشور در خیلی از بین خانواده هاست زندانیان سیاسی الان خصوصا زندانیان زن پرچمداره در واقع این چیز شدن این کارزار علیه اعدام شدن اینا چقدر اهمیت میدی داره این کارزار حسن اگر در دوری که زنا هم الان زنان بسیاری باز در لیست محکومان به اعدام هستند این چقدر اهمیت داره این اگر لطف کنید کوتاه بگید بسیار بسیار اهمیت داره به خاطر اینکه رژیم این سرکوب برهنه رو همچنان حفظ کرده علی رغم همون نرمش به اصطلاح تاکتیکیشون این معنا داره دقیقاً برای اینکه اون نرمش تاکتیکی هدفهای دیگه ای داره اصلا ربطی به جامعه نداره جامعه رو باید با ارعاب سرکوب ایجاد هراس کنترل کرد مخصوصا بخش‌های کارگری زحمت که اینا تصادفی نیستن شما هنرمندای میره مثل تورج یا مثلا توماچ منظرت میخوام و یا مثلا هنرمندایی که برای آزادی هستش اینا حاجی پور اینا ببینی که اینا رو میره سراغشون یعنی هنرمندان بیگه هنرمندان اونطوری نیستن این در پیوندهایی با جنبش داشتن و دارن خب اینا مجموعه است یعنی رژیم متوجه شده خطر از کجا میاد رژیم بخواد پیچیده بازی کنه خودش هم پنهان کنه چون با مردم بخواد با اونم
خواستای مردم خودش با اون ادعاهایی که ما داریم دنبال اون هستیم، اینا استکبار ستیزی از این داستانا که دیگه اصلا تمام شده، کافکی خورده دیگه چی نمونده براش، ولی اونا چاره‌ای نداره، سرمایه‌اش اونه و سرمایه به باد رفته رو حتی واهی پشت سنگ گرفت. این یک مسئله است که بسیار مهمه که این جنبش به اصطلاح علیه اعدام برای این هراس افکنی غیر از حقوق بشر و کلا که اساسا محکوم قتل عامه، قتل دولتیه، این سر جاش اصلا دنیای امروز دیگه این بعد ازش عبور کنه. خیلی از کشورها عبور کردن، یه جاهای هم نمادی مونده تک تک، ولی در ایران به تنهایی در رأس جهانه. این حکومت اسلامی بیلانشه در کجاها پیشروز پیشتازه روشنه. ببین این اتفاق افتاده، حتی کشور مثل هند با 1 میلیارد خونده کمتر، یا مثلا چین کمتر، این وحشت نسبت به حد نصاب جمعیت چون میگم. خب ببین این مسئله اتفاق افتاده، خیلی مهمه. یک نکته دیگه من اضافه کنم در اون قسمت بخواستم اشاره کنم کوتاه بعد بگم، رژیم الان در این شرایطی که به انتخابات و این بحران ها و این منطقه و این انتقامی که تعلیق شده اصلا معلوم نیست سرتش چی هست، خودش هم مثل مبهم نگه داشته آمدانه چون مشکل داره تا اطلاع ثانوی. ببین این وضعیت اومده بساطی یه فیل دوباره هوا کرده تحت عنوان محاکمه 28 مرداد، کودتای 28 مرداد. بعد از 44 سال کسی نیست که چیزی، بعد از 44 سال یاد این افتاده، دوره مرگ خودش، دوره که اصلا دوران فسیل شدنش و خداحافظیشه. مردم به جواب رد دادن که خودت هم میدونی وضعیت چیه، یعنی خوردی به سنگر آخر دیگه، بعد مسیر رو چیز کنه به دیوارهای بنبست. ببین این جریان اینو شکل داده، در حالی که خب اگر این هست پیشنهاد میشه که دادگاهی که ما تشکیل بدن. چرا این کار میخواد بکنه؟ به خاطر اینکه بگم اینو که سلطنت طلبان دچار بحران شدن، یه نیروی شدن به هر حال وجود داشتن تاریخا تو ایران، اینها بتونه از طریق همینا اونها رو هم جذب کنه زیر پرچم خودش، مخالفین اونو. تخیلش اینه، در حالی که اگر یک محاکمه واقعی دادگاه منصفانه باشه که در حکومت اسلامی اصلا امکان پذیر نیست، باید دادگاه هم روحانیون رو محاکمه کنه، از کاشانی و فلسفی و نمیدونم بهبهانی و غیره و تا بروجردی که بعد از 28 مرداد آیت الله بزرگ ایناست، اینا به طور بسیار زمینی چراغ سر به کودتا و به محمد رضا شاه میداد، همه اینا باید محاکمه بشن در صندلی یه پارشون هستی که ماش ما هستید. بله اونا کودتا کردن، بسیار جنایتکار آمریکا اینا، ولی شما دنبال سید خودتون هستید از این آب گلالود و بعد اینم خراب میکنید. مثل هر چیزی که دست میزنن رسوا میشه، رسوا میکنن، فقط افکار عمومی از یه چیزی میخواد بندازه، در حالی که اونجا یه مصدقی وجود داره، شما هم باش مخالف بودید، سلطنت ها مخالف بودن، بالاخره تاریخ ماست، مبارزه کرده برای ملی شدن نفت و یه سری مسائل. این هم میخوان لکه دار بکنن، یعنی کاملا اینی که باید به اینه که مثلا بکشید کنار، خودتون باید محاکمه بشید قبل از هر کسی، بیشتر از اونا جلوتر از اونا، ولی خب این تاکتیک هم به کار برده. یعنی رژیم اصلا نمیتونه جز ترفند، جز فریب، جز این نوع کارهای در واقع زننده و چندشاور کنشی بکنه، یعنی راهی وجود نداره براش. اصلا ما باید به یه محاکمه 28 مردادی ها رو در واقع جنبش اجتماعی برای شکستن این سیکل سرکوب و استبداد، پیوند شاه و شیخ و شاه اللهی و حزب اللهی در واقع سامان بده. به قول شما اگر انقلاب 28 مرداد 32 با پیوند روسپی ها و در واقع لات ها و بازار و خصوصا روحانیت با نظامی ها و امنیتی ها گره خورد و بهبانی ها و فلسفی ها و کاشانی ها سردمدار لات هایی بودن که در خانه های اینها رفتن به طرف خانه مصدق، 28 مرداد 57 که با آتش زدن سینما رکس بعد از آتش زدن 29 سینما و کاباری دیگه اتفاق افتاد، بیش از 400 نفر رو در آتش سوزاندن با فتوایی برای اینکه بتونن به اصطلاح مردم آبادان رو به خیابان بکشونن به گونه ای تا و مهر اسلامیت رو بر این جنبشی که در کل اون منطقه خصوصا با
یک سابقه طولانی مبارزه کارگری و مبارزه اجتماعی مدنی در واقع همراه بود و زیاد همراهی با روحانیت و انقلاب اسلامی و این قضایا نداشت و پیوند جهاد خمینی علیه مردم کردستان که با اعزام خلخالی در 28 مرداد ما شاهد کشتارهای وحشتناکی بودیم، اعدامهای صحرایی 5 دقیقه‌ای در بیمارستان پاوه، در کامیاران، در فرودگاه سنندج و سپس در کل کردستان که بسیارانی صدها انسان رو در چند دقیقه محاکمه کردند و یک دیوانه به اسم آیت الله خلخالی با حکم شرع تونست و حکمی که خمینی داده بود فجایع بزرگی رو سامان بده. الان بر بستر این دوره در واقع تاریخی که شما از چپ اجتماعی گفتید، چپی که در خیابان در قالب جنبش‌های اعتراضی علیه ویران‌سازی‌های بزرگ، علیه غارت‌ها، علیه کالاسازی آب و زیست، محیط زیست و در واقع بهداشت و همه اینها هست، چپی که تا حد زیادی برای رفاه و زندگی و همون زن زندگی آزادی خودش رو تبیین کرده، الان با یه دولت تازه‌ای روبروه که ظاهراً قبلا، یعنی حداقل در دوره کارزارها با اقبال برخی از اصلاح طلبان حکومتی و جریان خاتمی به در واقع قدرت رسید، در انتخاباتی رو برد و کسی رو آورد که تا حد زیادی خودش رو خودش هم میگفت نه برنامه داره، فقط میخواد برنامه‌های خامنه‌ای رو اجرا بکنه. الان هیئت وزیرانش رو آورده. جالب اینه که امروز تنها زن گزینش شده برای کابینه هم که برای وزارت مسکنه، اون هم در این به اصطلاح بررسی صلاحیت ها در حال خانم فرزانی صادق آوردنش، که جالبش اینه که یکی از این نمایندگان میگه که مسکن و همسر و شب اسباب سکونت است و نشان دهنده نگاه و رویکردهایی که اونها به در واقع به زنان و به این روند دارن. بقیه هم وزرای پیشنهادی و هم نمایندگان در مسابقه در ارادتمندی به بیت در حال مسابقه هن و اینکه چه کسی بهتر میتونه امیال خامنه ای رو اجرا کنه. چگونه میبینین این روند گزینش در واقع وزرا رو و رویکردهایی که اینها هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی باید پیش ببرن، با یک صندوق خالی، بحران‌های بسیار بزرگ و لاینحل و یک چند دولت که در همه کشور در انواع مختلفش هست، از به گونه دولتی که نماینده به اصطلاح دولت رسمی است و دولتی که نماینده بیت خامنه ای و امام جمعه های رنگارنگ در سراسر کشور و بیتی که داره کشور رو اداره میکنه و سپاه پاسدارانی که صاحب در واقع بسیاری از کمپانی ها، بسیاری از بودجه های اساس بودجه کشور و همه چیز رو به گروگان گرفته. چگونه میبینید؟ آیا واقعا راهی به سوی گشوده شدن، دروازه گشوده خواهد شد با این انتخاب ها، با این روند دولت تعیین دولت 14 هم؟ در مورد گشوده شدن راه بحث رو باید برد توی یک مدار دیگه ای، به خاطر اینکه اینا یک طرف بازیگر هستند و به تنهایی تعیین کننده نبودن و حتی مثلا بازیکن طراح اصلی هم نبودن تو صحنه، به خاطر اینکه زیر فشار جامعه جنبش مجبور شدن یک مثلا رفتار دیگه ای رو، حالا جزئی تفاوت داره با گذشته، از خودشون بروز بدن. همین دلیلی که دیالکتیک نیروها راه رو باز میکنه و مسیر رو میکوبه، آزاد میکنه، جهت میده و شفاف میکنه. ولی خب اگر رژیم به حال خودش گذاشته بشه، به فرض در یک بحث انتزاعی
معلومه که میخواد تمام مشکلات حل کنه، منافع خودش حفظ کنه، کیان خودش حفظ کنه، به هیچ وقت در فکر این نیست که اصلا خودش عوض کنه، دگرگون کنه، هیچ سیستمی اجازه نمیده، خودش اصلا نمیکنه، مگر اینکه زیر فشار سنگینی بیرون از خودش قرار بگیره. حالا ممکنه در درون خودش بازتاب پیدا کنه، به صورت انفجاری شکافا بالا بره، اونم بخشی از ماجراست، ولی در زیر این فشارها معمولا اون صورت میگیره. روندهای عمومی بازتابی از آسمون نمیارن، در جامعه هستن که ناراضیان، منتقل میشن درونشون، انفجار حاصل میشه. معمولا جنبش ها اینطوری نیست که حتما در هر لحظه مستقیم عمل کنن، البته هر چی توان داشته باشن، قدرت داشته باشن، سازمان یافته تر باشن، خب میتونن مستقیم تر عمل کنن و اون حلقات پارازیت رو حذف کنن اصلا. ولی هیچ وقت اینطوری نیست، یه روندی فرایندی است، توازن قوا همیشه ما میبینیم که چقدر متفاوته و عوض میشه و دولت ها به هر حال امکانات زیادی دارن، قدرت دارن، ثروت دارن، همه چیزی رو که یعنی ثروت های جامعه رو تصاحب کردن و استفاده میکنن میکوبن. خب به همین دلیل چون چنین چیزهای نوسان داره، میشه گفتش که محصول منتجه این کشاکش هاست اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد. حالا یا سرکوب فرض در یه حالت انتظاری به طور کلی میگم، یا گشایشی که جنبش میخواد، چون گشایشی هم اگر رژیم بخواد یا بخش از رژیم، اونا میخواد در چارچوب حفظ سیستم جنبش میخواد فراتر بره، هدف های دیگه است. یعنی در کل اگر یک بستر کلی باشن جامعه، دولت، اینا توی کشور هم دیگه ظرف واحد، ولی دو رویای کاملا متفاوت دارن. ما میبینیم اینو نه به لحاظ انتزاعی بلکه در عملکرد روزمره شون و در حرکت ها و خیزش هایی که داره صورت دادن، این کشته ها، این زندان، همچنین بهای فکر من خیلی سنگینی تا حالا پرداخته شده و میپردازه برای اهداف خودش. اینا بخش هایی از مقاومت جامعه هم دیگه، تو زندان اونطوریه، در بیرون اونطوریه، در اعدام ها با اون شکل رژیم هدف داره، همه اینا. پس بنابراین گشایش برمیگرده که چگونه پیشروی صورت بگیره و چگونه نیروها نقش داشته باشن در این جریان. یعنی نیروها منظورم نیروهای اجتماعی و جامعه و البته نیروهای سیاسی که با اینها مرتبط هستن و متحد هستن، گروه ها اینا. ببینید با توجه به اینها الان تلاش خیلی زیادی داره صورت میگیره، مسائلی که زنده جاری همکنون رو زیر ذره‌بین بذاریم در این، چون ادامه داره این ماجرا، یه دوره ما باش سر کار داریم، حالا چند ماه، چقدر، فعلا مجلسشه، فعلا گزینشه، بعد میان سر کار برنامه هایی رو راه میدن، قول هایی رو به نام دولت و وزرای جدید راه میدن، بعد اینا یه مراحل خودشو داره. ولی برحال یه مرحله معینی الان تمام تلاشی که داره صورت میگیره به وسیله همین هایی که حمایت کردن، اون بخش هایی از اصلاح طلبانی که سعی میکنن فضای سیاسی گفتمان بسازن، الان تمام تلاش میگه گفتمان برای این وضعیتی که پیش اومده تولید کنن، بسازن که بتونه با این گفتمان افکار عمومی رو بسیج کنه حول خودش، چون بدون گفتمانش دولتی نمیتونه در واقع حضور یا نفوذ اونچنانی داشته باشه که اینها میخوان مثلا دنبالش هستن. و با توجه به اینا یک گفتمان، یک خلایی وجود داشته که مثلا گویا اصلا این پزشکیان هیچ برنامه اونطوری نداره، یا مثلا خلای زیادی داره، گفتمانی نداره. حتی آن مرد با نهج البلاغه آمده است، یعنی یک نهج البلاغه زیر بغل که 20 سالم بود قرائت میکرد، ولی حالا خب به خاطر که شرایط عوض شده یک مثلا برد جدیدی پیدا کرده آمده است. و بعد حالا یه دوره همینا سر میکردن، تیپ های مثل عبدی، نمیدونم زیدابا، تمام این مقال نویس های اقتدام نیستن که تو این روزنامه هاشون ایناشون سعی میکنن یک گفتمان سازی بکنن، یک فضای سرهم بندی کنن. خودشون هم مثلا دوچار بحران شده بودن، میخواستن با آخر خط رسیده بودن، میخوان بریم کنار، اصلا زیدابادی که گفتن دیگه نمی نویسن قهر کرد، بعد دیدن فضا یه جور دیگه است، اینا مجبور شد دوباره دید نمیشه، من یه چیزی گرفت دوباره شروع کرد بروی دوباره که نگفت، اینو چند بار گفته تحدی، اصلا قهر برم کنار، من چون مطلبی ندارم بنبست دستار دیگه بهتر از این. بعد خود عبدی هم همینطور
گفتش که این آخرین فرصت ماست، پزشکیان آخرین شانس ماست که بعد از این اگر این شکست بخوره ما دیگه کنشگر نیستیم، تمام شدیم. اینا حرفای خودشونه. پس بنابراین تمام تلاش اینه که الان یک گفتمان سازی صورت بگیره، این پدیده مشخص و زیر ضربین قرار داد. و به گفتمان هم که میدونیم یعنی این که شما یه سری واژگان نهادی نشده که بازتابی از مسائل عمومی رو به صورت مثلا تصویر میکشند، اینها رو به شکل نهادی در اذهان عمومی جا میدی و بعد به این ترتیب میتونی یک طیف بندی خاصی رو که جهت من باشه زیر نفوذ خودت، ایدئولوژی خودت، اهداف خودت شکل بدی. پس من گفتم ما بخشی از مناسبات قدرته، باید ساخته میشه متا بستگی داره چقدر ارتجاع بشه، کدوم طبقه، کدوم گرایش، همه اینا ماهیت و سرشت اون رو متفاوت میکنه. ولی اصل گفتمان همینه، فوکو هم همینطوری تعریف کرده. پس بنابراین مسئله گفتمان سازی، چون قبلش اینا اصلا آشفته بودن، اصلا توی خواب و خیال نبودن، در نتیجه گفتمان عقبه، معمولا بعد یه خود جلوتر باشه، ولی حالا میدونن شدیدن. حالا ما میبینیم که مثلا عباس عبدی وارد صحنه شده، کشف و شهود جدیدی کرده در همین چارچوب کلان دارم میگم پر کردن این خلا، همشون به کار افتادن. من دارم فقط تیپیکاش که تو روزنامه خیلی بررسی شدن جلو چشم اومدن و مطرح میکنه، ولی موارد خیلی زیادی هم وجود داره. دیگران استادان دانشگاه، بعضی از جامعه شناسان که با اینا با همه اینا هست. ببین این میگه که دو تا اهرم بسیار بزرگی داره که این بسیار برنده است و ناکوت کرده اینها رو پزشکیان. یکی مسئله نهج البلاغه است. پس من از نهج البلاغه که تا دیروز همه گفتیم بوی مذهب، مردم دارن از مذهب فرار میکنن. یکی از ویژگی‌های حاکمیتی که ابزار سرکوب شده همین مذهب و دین و ایناست. میبینیم در مورد مثلا چادر، حجاب، در مورد سبک زندگی و در مورد زکات، خمس، اقتصاد، همه اینا ها اینطور نیست، اقتصاد سیاسیه به مجموعه از همه حوزه ها رو داره. و تا اینجاهاش خیلی تیرش برنده است، دیدیم که چه میکنه سر همین مذهب. عنوان ارزش ها و مثلا تبلور نظام اسلامی چادر خلاصه شده، معناش اینه و همین دلیل سرکوب زنان خاطر این که اون معادل ارزش های یک نظامه. خب اون زیر پا بره کنار بره دیگه، یعنی ما رفتیم دیگه. خودشون هم اینطوری صورت بندی کردن، دوگانه سازی کردن، حالا به هر دلیل. ببین این ماجرا الان در اتفاق میفته. یک پس منابر آن مرد آمد با نهج البلاغه آمد و ناکوت کرد تمام اونهایی که طرفدار همین مذهب و فلانن، منتها با قرائت دیگه. و بعدم اگر بخوام جلوتر بریم دیگه کمدی تر میشه، به این شکل که خودش میشه مثلا اون سرداری که علی نهج البلاغه فرامین به اون میداد، مالک اشتر داره اومده دیگه، رئیس جمهور شده و اینا رو داره جا میکنه. نمادین ها میخوام بگم که چجوری شکل میگیره، ولی نمادین ها البته خیلی خالی و بابی، بعدا صحبتش خواهیم کرد چون نسخه های بدلی هستن، کاذب هستن. یک شب اینه که تحت عنوان فصل الخطاب رهبری ما باید وفاق ایجاد کنیم، شعار وفاق. کلید واژه اینه که برنامه داریم، همه چی داریم، شما هم تصویب کردید، توپ هم انداخته به زمین همونایی که تصویب کردن، ولی دعواها نذاشت اجرا کنیم. الان فصل الخطاب رهبریه، رهبری هر چی گفت وزیر چتون قرار بگیره. این جمله است که سخنرانی جدید خود پزشکیان، قبلا هم همین محتوا رو دائما کرده، منتها حالا چون جدیدتر هم هست دیگه به معنی نیست که مثلا تاریخ مصرف گذشته داشته. نه همین الان که اصلا رئیس جمهور هم هست و جمع شده داره اینا رو داره میگه. پس بنابراین ما یه فصل الخطاب، حالا این فصل الخطاب از کجا داره؟ که همپوشانی نرمش تاکتیکی صورت گرفته، اینها سوار این موج شدن یا توی این موج هستن و بعد فکر میکنن که رهبری دیگه خواب نما شده، از دنده چپ خوابیده، نمیدونم از یک دنده دیگه بیدار شده، امروزی دیگه کنف یکون شده در دهه 80 افکارش، ذهنش. بعد اینا رو میگن ها، یعنی همه اینا سموماتی است که داره پخش میشه هر لحظه. مثلا قاری چیز میگه که عباس همین عبدی میگه که رهبری و نظام به این نتیجه رسن که دیگه اون شیوه قبلی نمیشه حکومت کرد، بعد شرایط عوض شد، یعنی یه چیز استراتژی دیگه، تاکتیک نیست، مثلا لحظه‌ای نیستش، پایداره. حالا خود اینم در واقع با یه تقلب صورت میگیره.
خب پس تا اینجا به این معناست که شما میبینید که این نمادهای مذهبی که قرار بوده اصلا جامعه علیه اون خیزش زن زندگی آزادی که از مهمترین ویژگی ها و خصلتش همین حکومت مذهبی و خواست رادیکال سکولاریزمه، این روشنه، خیلی مثلا فریادش همه جا بوده و براش کشته دادن، زندان دادن، میدن، نافرمانی مدنی در خیابان جاریه، مثلا همه چیز یعنی با فاکت‌های عینی هستش. خب اینا در اتفاق میفته. پس بنابراین ما با یک وضعیت مواجه هستیم که میاد حالا اینا مثلا تمام روشن فکر اونا شدن، تمام انرژی مصرف میکنن برای اونا غالب اینا که بیان در واقع این خلل پر کنن. پس این دوتا میگه که این اصولگرایان با ابزار خودشون وسیله اینها مورد حمله قرار گرفتن، پزشکیان، و ناکئود شدن و دچار بحران شدن. چرا؟ برای اینکه برنامه خود تصویب کردن 8% بعد الزامات شدن بدن و رهبری پشتشه، حالا تمام این بساطی که بحث میشه. و پس بنابراین ما یک گفتمانی مواجه هستیم که این گفتمان ما میگه که اگر ما اخلاقمون عوض کنیم در سیستم، روی کردمون عوض کنیم، به جای حسر همدیگری که تا حالا بوده یا رقابت اونطوری، تبدیل کنیم به مثلا برادری و اخفت و با هم بودن، تمام مشکلات حل میشه و این تنها راهی است که ما میتونیم الان عبور کنیم. یعنی وقتی سر اون جریان های قبلی به اون بس رسیده، جنبشی وارد صحنه شده، فضای بین خیزشی مطرح شده، افق های جدید مطرح شده، شما یه چنین افقی رو جعل میکنید در چارچوب وضعیت که بتونید مثلا در مقابل یک جنبش نیرومند بتونید مقاومت یا سرکوب گسترده‌ای بکنید، نه فقط سخت افزاری که کردن به این نتیجه رسیده، به تنهایی پاسخ نمیداد، اگه بود که به اینجا نمیرسید، نرم افزاری هم باشه ترکیب بخوام بخش اونها رو بگم. پس بنابراین ما با یه اینچین وضعیتی مواجه هستیم که کلن الان، یا مثلا نظریه پردازهای دیگه مادم، نظریه دکترین یا نظریه دولت چهارم، مثلا ربیعی میگه، علی ربیعی نظری پرداز شده در میاره که مثل دولت ها سنتز فلان چی بوده، الان چه پدیده شگفتی رو وارد شده. خود در واقع پزشکیان هم که اینا رو به صورت معمولی مطرح میکرد در تجربه زندگیش، حالا متوجه شده که نبا چه ابزار بزرگی بوده و چه صاحب نظری بوده که خودش خبر نداشته تا حالا. حالا از زبان اینا میشنوه، روزنامه ها اینا که مثلا سیاسی ترجمه میکنن یا مثلا فرض کن توری میدن، نظریه میدن، راهنمود میدن، اینا دیگه خب در چارچوب اصلاح طلبان و سیستم. خب الان پس به این نتیجه رسیدیم که اصلاح طلبان با یک به اصطلاح شگرد عجیبی که حالا انتخابات هم شکست خوردن، بخاطر اینکه اونایی که می‌خواستن رأی بیارن پای اجتماعی رأی نیاوردن، از این ور رأی آوردن و بخش بسیار کوچیکی، خودشون هم نمیگن، ما میگم ما پیروز نمیگن شدیم، بخشی دهی رو بریم جامعه بیشترشون قرار گرفته، نصف به اضافه یکیشون بره. خب اگر اینطوری هستش، یعنی خود اصلاح طلبان هم این وضعیت رو میپذیرن، پس بنابراین ما باید بیاییم این مثلا ابزار اونها رو دستشون بگیریم بزنیم به خودشون، در واقع اینطوری شده. ولی معلوم نیست که خامنه اینا که خودش صاحب این ولایت فقیه هن و این مسئله اصلی هن و بعد فصل خطاب اونا اون اصلاح طلبان یا اونا نمیمدن هر روز بگیم ما فصل خطاب، اینا رو زیجولکی میگفتن اجرا میکردن ها، ولی اینا با وقاحت الان مطرح میکنن که فصل خطابونه. یعنی جامعه ما با دیکتاتوری، با ولایت فقیه، با تمام اینا به اینجا رسیده و یک بار دیگه وقتی میگیم تاریخ به صورت کمیک داره پیش میره، حباب سیاسی بر بستر روند با بازگشت گذشته در شکل کمیکشه اتفاق میفته، همینا هست. یعنی ما تمام مثلا این رمان ها رمانواره ها، ولی میبینیم که به طور واقعی دارن تاخت و تاز میکنن، مطرح میشن در روزها و روزنامه ها، ولی گوش هم اینقدر سنگینه که با پنبه اینا نمیشه توضیح داد. مثلا این اعدام ها صورت میگیره، این فشار ها، این به اصطلاح حتی خانم زنی رو که اسمش رو یاد رفت متاسفانه اون هفته صحبت کردیم، هنوز فلج کامل شده، همه تیراندازی پلیس به خاطر حجاب در شرایط کنونی، اصلا بگه پیروز بود اسمش، پیروز یادم نیست رفت، ولی کاملا مثلا جلوی جنایت همچنان هست، زنده است، جاری، در اتفاق میفته. ببین اینا مثلا گوشاشون به این میبندن همزمان، اصلا ککشون نیست که اینا اتفاق داره میفته، یا مثلا بازنشستگان تو خیابان پرستاران رو مسئله شون نیست.
آره متاسفانه شرایط، یعنی هم به قول شما گوششون رو پنبه گذاشتن و نمیشنون، چشماشون هم بستن بر روندهای وحشتناکی که توی زندگی های مردم هست، اعتراضات بزرگ اجتماعی پرستاران و کارگران و معلم ها رو نمیبینن، فریاد هایی که توی زندان ها هست علیه اعدام و این مقاومت مدنی زنان و اکثریت عظیم جامعه رو نمیبینن. حتی وزیر آموزش پرورشش میگه که پیشنهادشون میگه که جامعه دیگه رویکردهای ما رو نمیپذیره، این رویکردها دیگه قابل ادامه دادن نیست، به اصطلاح به قول شما میخوان اخلاقشون رو عوض کنن ولی همون سیاست ها رو پیش ببرن. ولی خب دوره این گسست ها مثل این که داره همینجوری بیشتر میشه و در واقع تا حد زیادی توی خود اصلاح طلبان و جریاناتش هم علارغم فرمانی که از طرف خاتمی داده شد به اصلاح طلبان در عدم انتقاد به دولت پزشکیان، این انتقادات گسترده تر داره میشه و خصوصا تحت این شرایط اعتراضات گسترده پرستاران و اینها امیدوارم به یه چشماندازهای روشنی برسه. از شما ممنون و سپاسگزارم تقیه روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز برنامه چشماندازها که حوصله کردید این برنامه رو تماشا کردید. لطف کنید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید، قطعا ما برای بهبود برنامه‌مون الان استفاده خواهیم کرد. شاد و سلامت و پیروز باشید.